شیطان دانست شیطان کرد. همسایه ها عنوان مستند تازه ایست از خلیل رشنوی که به تازگی در جشنواره فیلم های مستند تسالونیکی به نمایش درآمد. فیلمی که سعی دارد در عین پرداختن به مسئله سگ‌ها و سگ‌کشی در ایران از زاویه متفاوتی به آن نگاه کند. از زاویه نگهداری و تیمار سگ‌های بلگرد از سوی یک روحانی. وقتی بچه بودم یه تور سگ ایرانی داشتم که متاسفانه به دلایل اون دست دادم. توی اون سنین از دست دادن این سگ برای من یک اندوه به جا گذاشت، اندوهی که تا به امروز با منه. اون اندوه یک اراده و یک شوقی شد برای اینکه بخوام فیلمی درباره سگ‌ها بسازم. تمام فیلم هولوش شخصیت یک روحانی بنا می شود که بنا به باورهای دینیش به سگ‌ها دست نمی زند، اما کوشش زیادی برای حفظ و نگهداری از آنها به خرج می دهد. دوست داشتم که یک شخصیتی رو پیدا بکنم که به کمک اون بتونم روی مخاطبم تأثیر احساسی و اخلاقی بذارم. شخصیت‌هایی رو انتخاب می کردم، اونها رو توی فیلم تصور می کردم. گاهی وقتا یک حامی حیوانات انتخاب میکردم، گاهی وقتا مدیر یک پناهگاه یا شلتر رو انتخاب میکردم، کسی که کارش مراقبت از سگهای آسیبیده است. گاهی وقتا یک جلاد یا یک پیمانکار رو انتخاب میکردم، کسایی که کارشون کشتن سگها برای شهرداری است. همیشه میگفتم کاش یه روحانی توی این زمینه فعالیت میکرد، یه روحانی بود که به سگها کمک میکرد و خیلی برام دست نیافتنی بود این آرزو. اما توی مراحل اولیه تحقیقاتم درباره فیلم متوجه شدم که همچین شخصیتی وجود داره و اون آقای کمیل نظافتی بود. بنابراین ایشون رو به عنوان شخصیت اصلی فیلم انتخاب کردم و داستانهای فیلم پیرامون این شخصیت شکل گرفت. اینجاست؟ ببین تو باید خوب بشی و میشی. مسئله مذهب و رابطه اسلام با سگ به یکی از مهمترین مایه‌های فیلم بدل می‌شود. به هر حال ما توی جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که مسئله مذهب نقش پررنگی داره. توی تمامی بخش‌ها مذهب حضور داره و دوست داره ایفای نقش بکنه. من فکر می‌کنم خیلی کار سختی خواهد بود اگر ما بخوایم یه فیلم اجتماعی بسازیم و نخواهیم توی اون فیلم مسئله مذهب مطرح بشه. به نظرم غیر ممکن است، نمیشه. درباره سگ‌ها هم احکام دینی و مذهبی وجود داره و قاعدتاً روی نگاه جامعه هم تأثیر داره. در مورد اینکه این احکام چقدر درست هستن یا چقدر غلط هستن من نمیتونم نظر بدم، چون من کارشناس مذهبی یا متخصص دینی نیستم. یه کارگردانم که دنیای اطرافش رو نگاه میکنه، از زاویه دید خودش به یه سری نتایج و یه سری کشفیات میرسه و سعی میکنه اون رو در فیلمش و در آثارش منعکس بکنه. ببینم اونم الان دلشون میگیره میگه چرا این داره اینجوری میکنه. محمد عبدی، لندن. اسلام دست و پای منو بسته. چی بود؟